الناقض السادس من نواقض الإسلام وهو من أخطر ما يكون. ششمین مورد از نواقض اسلام رو بیان میکنیم که جزو خطرناکترین این موارد هست. یستهزئ، یسخر، یلعب. استهزا کردن، به مسخره گرفتن و به بازی گرفتن هست. چطور؟ یسب، یشتم. ناسزا گفتن و بدگویی کردن. کما صنع ابو جهل و فرعون. مانند فعل و روی کرده ابو جهل و فرعون. هذا من اعظم الكفر، که این جزو بزرگترین انواع کفر هست. یستهزئ بالله، به استهزا گرفتن الله متعال. و یستهزئ بآیات الله الشرعیه کالقرآن او الکونیه، مثلا وجود الحر او وجود البرد. یا به ریشخند گرفتن آیات الهی، چه از نوع شرعی اون و چه از نوع تکوینی اون، مانند گرما و سرما. او یستهزئ بالانبیاء و الرسل علیهم الصلاة والسلام. یا مسخره کردن و به ریشخند گرفتن انبیاء علیهم الصلاة والسلام. یسب الصحابه، یسب امهات المؤمنین. یا ناسزا گفتن به صحابه و مادران مؤمنان، ازواج مطهرات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اذا سمعنا آیات الله او احادیث النبی صلی الله علیه و سلم لابد ان نخاف، نقف عند حدود الله، لا نسخر. وقتی که آیه از آیات کتاب الله رو شنیدیم یا حدیثی از سنت و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو شنیدیم، اونجاست که باید در برابر کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم توقف کنیم و تسلیم پذیر و فرمان بردار باشیم. البعض من الناس هدانا الله ایا یجعل النکت و الاشیاء التي تضحك الناس بین نصوص الكتاب و السنه حتى يضحك الناس. برخی از مردم الله متعال ما رو از این روی کرد در حفظ و پناه خودش قرار بده. عادت دارند که تحت عنوان شوخی و بازی و جوک و امثال اینها آیات قرآن و احادیث نبوی رو مورد استهزا قرار میدن، بدون اینکه به این نکته توجه بکنند. نعم، لا نقرب الكتاب والسنه الا ونحن نريد الوقوف عند حدود الله. وقتی که کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میخونیم، هدف این هست که فرمان بردار امر الله و پیرو سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشیم و در برابر کتاب و سنت توقف بکنیم و تسلیم پذیر و فرمان بردار باشیم. اذا سمعت او رأیت انسان من الناس یستهزئ او یسخر لابد ان انکر علیه، انصح له او انصرف ولا ابقى معه. اگر کسی رو دیدیم که آیات الهی یا سنت نبوی رو مورد استهزا قرار میده یا تحت عنوان جوک و طنز و امثال اونها در با اون رفتار میکنه یا تعامل میکنه، اولا نصیحتش میکنیم، براش خیرخواهی میکنیم، بهش تذکر میدیم، یا اینکه با او همنشینی نمیکنیم و اون موقعیت رو ترک میکنیم، اونجا رو ترک میکنیم و ازش دوری میکنیم. نعم، فهذه المساله مساله خطيره جدا، لا بد التنبه لها والحذر منها والتحذير منها والله اعلم. لذا موضوع به استهزا گرفتن آیات الهی و سنت نبوی و مسائلی که در این رابطه مطرح شد به عنوان یکی از نواقض اسلام، مسئله بسیار مهم، خطرناک و حساس هست که هم باید ازش برحذر باشیم و هم دیگران رو ازش برحذر بداریم.